از این به بعد نه شما ما رو میشناسی نه ما شما رو. گفتن که موفق باشی. به نظرم راستی راستی با بزرگ گلوش پیش خانم بزرگ گیر کرده. نه بابا، اینا یه ریز با هم دعوا مرافع داره. پس مهربونی هر دو سر بی اومده وکالتنامه‌شو بگیری پاره کن. مثلا منو داره، محمدو داره، شما رو مثل یه پدر داره. من پدرش نیستم. حالا یه دفعه بعد این همه سال خواست به خودش نگاه کنه. ما چی کار کردیم؟ فلش کرد. ما داریم کار تموم میکنیم. اجازه بدید وکیلتون بمونیم. باز فردا برم یه تحفه براش بخرم. نه. چرا؟ یه شیش ترشی دیگه؟ تو فردا شب میای بریم خونه ما سنا؟ خب با همین لباسات داری بیرون لباسنا؟ به 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 ماشالله چه خوشتیم کردیم هر آقا. چای میخوا بری؟ به سلامتی عروسی مبارکه باشه. عروسی عروسی جون چقدر شد؟ قابل نداره. سلامت باشی، خیلی ممنون، لطف کردی. عروس خانم ببین چی آورد. ماه بسته گفت. سلام علیکم عروس خانم. سلام. خوش اومدیم. شاد اومد. قابل شما رو نداریم. بفهم. سلام. سلام محمد آقا جان. محمد آقا ببخشید. چیه اینا پرمرغی هستی؟
چی؟ یعنی دماغی، تو هم دیگه ای؟ چیزی نیست. پدر بزرگم بالاست. این پایین، پدر این جلال بدالی هست، داره همکاری میکنه باش. چی کار میکنه؟ داره برال میشه، یعنی داره همکاری میکنه، یعنی بعدش اینقدر ناجوره. کلیدش اینجاست؟ کلید با خودش برده. بچه برای اون آشغالا رو جمع کن. ملالی و برملاله شور بلاله شور بلاله. بلالی و برملاله به جان بچه شیر بلاله شور بلاله. بلالی آقا اومدی مات خسته؟ چرا به باقا رفتی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ مسافرخونه حاصلم سر رفت، گفتم بیام بیرون یه دو قدم راه برم، بعد دیدم که آجلال دست تهناست، گفتم یه کمکی بهش بکنم. به یه خدا بریزم دستان بشورم. فیلم چطور بود؟ سینما نرفتم. رفتم یکم هوا خوردم، گشت زدم. آره. فیلم نیست دیگه. نه بزن بزنی، نه افتیر کشی، نه عشق عاشقی، نه لیلی مجنونی، نه شیرین و فرهادی. بچی. مال آقا فردوس. دست درد نکنه. بفرمایید. ببین یاد اون شبی افتادم که کفشام هم برده. حکایتیه این دنیا با من. فردا صبح زود میرم رامسر. پدر بزرگ. بله. اگه یه روزی شما بخواین با خانم بزرگ ازدواج کنین، میرین رامسر یا میان تهران؟ کی گفته من میخوام با خانم بزرگ ازدواج بکنم؟ اگه کردین. نه خیر، من نمیکنم. ببین رامسر رطوبتش زیاده، استخون درد میاره واسه من. حالا اینا رو واسه چی میپرسی؟ فکر کردم اگه اینجوری بشه چه اینجا بمونیم چه برین رامسر، من باید برای خودم به فکر یه جایی، یه اتاقی، چیزی باشه.
ببین محمد آقا، میخوام یه چیزی بهت بگم. اگه همین حالا یه نفر نعوذ بالله از خدا پیغون بیاره که یه قصر تو بهشت برای من کنار گذاشتن، طاهر و پدر و مادر و همه اونایی که دوست دارم اونجا منتظرم، من میگم بدون محمد آقا من بهشتم نمیرم. فهمیدی؟ میگم فهمیدی؟ زبون نداری حرف بزنی؟ بله. خوبه. پدر بزرگ، خجالت بکش مرد گنده. یعنی چی این کارا؟ ببین بعد مردم دارن نگاه میکنن. بعد خیلی خوشحالم شما رو دارم. ببین ولی من اصلا خوشحال نیستم. مصیبت تو زنده و مردت واسه من مصیبته، ولی چیکار کنم که پام نوشته شدی؟ بگو عشقاتو پاک کن. پدر بزرگ. بله. پس بلا میتونم فردا باهاتون بیام؟ دکی میگم من حتی بهش بدون تو نمیرم. حالا برو نسو بلالت بده من. ببین خلقم رو تنگ کردی، بلالم انداختم دور. شما رو دیدیم؟ بله قربان. دکی چی کار داری میکنی؟ متخصص آویزونش کن. چشم. بفهم. بله ناز کن. نه نه نشد. نشد خب دیگه. باشه بهش میگه. خداحافظ. اونی که واسه یه چیزی بهش بگیم منم نه؟ بله. اون وقت اون چیزی که باید به من بگی چیه؟ اون جریان تامین به طرف ابلاغ شد. خوبه. حالا این که میگین یعنی چی؟ یعنی این که تقاضای تأمین کردن. شنیدم چی گفتین، معنیش یعنی چی؟ یعنی تا تکلیف این اموال روشن نشده شما حق نقل و انتقال اونا رو ندارین. مگه میشه؟ اموال به نام منه. ولی مال متنازفیه، یعنی سر مالکیتش دعواست. تا وقتی هم که دادگاه رأی دعوا رو صادر نکرده شاکی میتونه تقاضای تأمین کنه. خیلی مسخره است، واقعا مسخره است، خنده داره. خب حالا این چیزی که فردوس خواسته چقدر طول میکشه که دادگاه جوابشو بده؟ تقاضای تامین تو وقت فوق‌العاده رسیدگی میشه، خیلی طول نمیکشه. شما وکیلین، خب یه کاری بکن، یه حرفی بزن، یه
ببینم اصلا شما چه کاره ای؟ من وکیل شما هستم تا از حق شما دفاع بکنم، ولی در چارچوب قانون. قانون؟ صحیح. میتونم یه چیزی ازتون بپرسم؟ بله، البته تا سوالتون چی باشه. آقا در مورد غنی‌سازی اورانیوم که نمیخوام ازتون بپرسم، در رابطه با کار خودتونه. بله بفرمایید. چقدر وقت دارم؟ تا چند روز دیگه حکم صادر میشه. وقتی هم صادر بشه باید به اجرا ابلاغ بشه، بعدش هم که حکم رو اجرا میکنن. فکر میکنم تا وقتی که حکم اجرا نشده شما فرصت دارین. مطمئن نیستم ولی فکر میکنم 7-8-10 روز. 10 روز؟ تو این مدت نمیشه یه ماشین لکنتی رو فروخت، چه برسه به. آقای فرمان شما هیچ نظری نداری؟ من فکر میکنم ایشون کاملا درست میگه. پس برای این قضیه هیچ کاری نمیشه کرد، نه؟ طبق قانون چرا؟ البته باید اول شاکی درخواستشو پس بگیره. این یعنی از ابوبکر بغدادی بخواین؟ غیر ممکنه. البته قانون اینو هم پیشبینی کرده. با مرگ شاکی اگه حکم اجرا نشده باشه متوقف میشه تا ورثه شناخته بشن و دوباره تقاضای تامین کنن. پس برین دعا کنین حشمت فردوس بمیره. خانم من برای دعا کردن اینجا نیومدم. اگرم قرار باشه دعا کنم برای یه همچین کارهایی دعا نمی کنم. فرمایشی ندارین؟ زحمت کشیدین. خواهش میکنم. وقتی اینجوری به یه جای خیره میشی خیلی ازت میترسم. فقط دیوونگی نکن. طوری شده خانم؟ بله. من میتونم کاری براتون بکنم؟ اتفاقا فقط تویی که میتونی یه کاری کنی. شما بگو بمیر. من میگم زنده بمون و خونه تو دو برابر کن. اضافه کاری دارم برات. یه چیز بگم خانم. بگو. دیگه خونه و اندازش و پول و این حرفا واسه من مهم نیست. مثل من مهمی که اینجوری شما رو مبریخته نبینم، کلافه نبینم. میدونم. حالا یک کلمه بگید من چی کار کنم؟ جونم رو میدم تو مو به مو انجامش بدم. بهت میگم خونه با هم صحبت میکنم. بهترین کاره. کدوم کار؟ این کار دیگه که برم و یه ببخشین بگم و قالو بکنم بره. بله کاملا درست. نداری؟ بعضی از آدم ها رو آدم نباز دلخورشون بکنه. انصاف نی. درسته؟ بله درسته. نه که فکر کنه من کم آوردم ها. نه کم نیوردم. بعضی موقع چی میگن این افتادگی خودش یه پا بزرگیه. بله درست. اونم پیشه یه خانومی بامرام مدیر با جنم. بله با جنم. سر تا پا معرفت. ببین البته منم جبران میکنم و وقتی همه چی جور شد، وقتی همون جور که خواهرت گفت همه چی رو پس گرفتم،
یکی و ده تا جبران میکنم. اگه یه جو داده باشن من یه خروار میدم. افتاد؟ بله افتاد. وقتی همه چجور شد، اگه همه چجور شد، متخصص بله پدر بزرگ. عطر داری؟ چی؟ افریقایی اختلاط کردم؟ عطر اوت کلون دارم. همون بیارش. بفرم. پدر بزرگ از شیره ها پر نکردم. اکی بگه بنم بابا توفش آورده گیدا. متخصص متخصص بله ببینم. ببین این باس اینجا باشه یا بکنم؟ به نظرم باید باش. من نظر تو رو نخواستم که درسته یا نه، میگم باشه یا بکنمش. گفتم دیگه احتمالا باید باشه، اصلا کلاسشه. ها کلاسشه باشه. میگم کاش اجاب کفش نو هم خریده بودم. یه کفش نو هم خریده بودم دیگه یک یک میشد. ببینم قضیه اون حرفی که دیشب زدی چی بود؟ کدوم حرف؟ کدوم حرف؟ ببین چرا فکر کردی که من میخوام با اون خانوم ازدواج بکنم؟ خب تابلوه. تابلوه؟ بله تابلوه. نمیدونم اصلا بهش فکر نکرده بودم. اصلاً بهش فکر نکرده بودم. ناراحت نباشین داداش، شما بزرگترین، باید حامد رو ببخشین. خیلی خوب، حالا من بهش میگم بیاد اینجا گوششو میکشم تا دیگه بیادبی نکنه. بالاخره این داداش کوچیکه ما لوسه و تتاقاری دیگه.
باشه باشه، خداحافظ. چیه فلات؟ خانم آقای فردوس اومدن. بازم یه پیغام؟ نه خانم، میخوان شما رو ببینم. صحیح؟ بگو بیا. بفرمید آقای فردوس. سلام علیکم خانم. سلام آقای فردوس. پیغامتون رو گرفتم. همین امروز هم همه محصول باغم رو یک جا فروختم. ببین، من برای خرید محصول باغت نیومدم امروز اینجا. من اومدم فقط و فقط یه ببخشیم بگم. البته حرفای خیلی ناجوری زدم، ولی شما اینو بذارین به پای بذارین به حساب این. برای چیه؟ واسه این که ما رو ببخشید دیگه. لازم نبود زحمت بکشید. واسیاتش خیلی هم لازم بود. لازم بود که من تمام جواهر فروشی رو بگیرم بیارم بذارم رو این میز. یه روز این کارو میکنم. راستش نمیدونم چی بگم. نمیخواد چیزی بگی. ببین سجل تا ورده بری. بله بری. کجا بری؟ بری محضر. چیزی میخوایی به نامم کنی؟ بله خودم ها. به نظر همین یه جور خواستگاری کردنه، نه؟ همچی چیزایی دیگه، آره. نه کنیز خریدنه. نه چی؟ باز که زدی تو خاکی؟ کجای حرف من کنیز رو نمیدونم خرید و اینا داشت؟ همه جای حرفتون آقای فردوس. بلند شدین راه افتادین اومدین اینجا به من میگین شناسنامه‌تو وردار برین؟ یعنی چون شما تصمیم گرفتین همه چی تمومه؟ اصلا شده تا حالا پیش خودتون فکر کنین که آدم مقابلتون حالا هر کی هست ممکنه خودش صاحب عقیده‌ای باشه، خواسته‌ای داشته باشه؟ نمی‌فهمم. من چرا هر چی میگم هر کاری میکنم شما ایراد میگیرید؟ خب اینکه همه جای حرفتون ایراد داره. آقای فردوس، اول باید از من بپرسین که آیا اصلا قصد ازدواج دارم یا نه. دوم اگه قصد ازدواج دارم حاضرم با شما ازدواج بکنم یا نه. سوم اگه حاضرم با شما ازدواج بکنم شرایطی دارم یا نه. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. طوری نشده که شما بگو ما چه جوری باست بگیم همون جوری بگم. سرکار خانم، شما قصد دارین ازدواج بکنین یا نه؟ بله. آفرینشالله زنده باشی. خب حالا که قصد داری ازدواج بکنی حاضرین زن ما بشین یا نه؟ نه خیر. خب حالا که حاضری چی فرمودین؟ گفتم خیر. دلم نمیخواد با شما ازدواج کنم. واسه چیه؟ واسه اینکه دلم نمیخواد. دکی دلم نمیخواد که نشد حرف.
ما چمونه؟ دزدیم، هزیم، کلا برداریم. باز چی نمیخوای؟ واسه این که آقای فردوس شما جون به جونتون کنن، خودتون اینو خودتون، همه دنیا یه طرف، شما هم یه طرف، همه ی آدم هم نوکر و کنیز شما. تصمیم تصمیم شماست، هر کاری که شما بخواین همونه. اصلا دنیا داره به فرمون شما میچرخه. آقا این خورشید رو میبینی؟ این خورشید اصلا به خواست شما در میاد. میدونین چیه؟ شما خودخواه ترین، بی منطق ترین و بی ادب ترین آدمی هستی که من تا حالا فقط ترین ترین برای من دنباله هم نکن. اصلا اومدن امروز من واسه این بود که آفتاب تو مخم خورده بود، خودت قاطی کرده بوده منو. باش که لایق پاکت خالیشم نیستی. ببین خانوم از خود راضی، ممکنه رو جنازه من بیافته تو این حیات، ولی محال من دیگه پا تو این خونه بذارم. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه دیگه دارم نمیخواد قیافه پرفیس و افاده شما رو ببینم. افتاد؟ آقای فردوس؟ بله. چون ممکنه دیگه هیچ وقت قیافه از خود راضی و پرفیس و افاده منو نبینین، به عنوان یه شریک قدیمی میتونم یه چیزی بهتون بگم؟ بله بفرمایید، اختلاط بکنین. اون مارک کت و شلوار رو از رو آستینتون باید بکنیم، جاش اونجا نیست. اکی لازم نیست شما بگی، من خودم میدونم. آی فردوس بپا کنار بینیم بابا. خانوم این آقای فردوس چنان زخمی رفت که دیگه بعید میدونم این دوره را پیداش بشه. میاد. این از اون مردایی نیست که به راحتی جا بزنه. بازم میاد. سلام. عوض این که از صبح تا شب کلته بکنی تو اون مزن هر دم هی تق 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 تق، یه ذره از اون یه نخود مخت کار بکش. چی شدم اگه؟ ببینم تو مجبوری صبح تا شب اینقدر الکی نظر بدی؟ هی هم به دومش ببندی؟ قطعا مطمئنن بعد هم معلوم بشه که هرچی گفتی چرت و پرت بوده؟ کدوم نظر من چرت بوده؟ کدوم نظر چرت پرت بوده؟ چیه این؟ باید باشه قطعا مطمئنن این باید باشه. خب اگه قرار نباشه واسه چی اینجا دوختنش؟ نه خیلی نباید باشه، باید میکندیمش. کی اینو گفته؟ همه خانومی که از تو قاطی تره، از تو دیوونه تره. پس واسه همین خواستگاری به هم خورد. کی گفته من رفته بودم خواستگاری؟ چرا بی خودی اخوایت حرف دار میاری؟ بله بله من اصلا حواسم نبود، حق و شماست. قرار بود بریم معذرت خواهی کنیم، حالا کردیم؟ نه خیر، نکردم. این بابا اصلا خیلی قاطیه، تنهایی قده یه تیمارستان دیونه است. اصلا یه تخته چیه؟ دو تا ده تا اصلا همه تخته هاش کمه. منو بگو که به خاطر این همه راه اومدم تا ببین هرچی ترین بلد بود بار ما کرد. ترین دیگه چیه؟ ترین دیگه چیه؟ دیوونه ترین، بیمعرفت ترین، بدترین، خلمشنگ. بفرم. تا
تشنم نیم. پس تشنگی نیست، آرومتون میکن. میگم میخواین بریم تهران؟ الان هیچی نمیخوام، فقط میخوام برم رو اون تخت دراز بکشم، چشم هم ببندم. سلام خانم. سلام. وسایل من از تو ماشین بیار. چشم. دخترها کجا؟ تو اتاقشون خوابیدن. خونه نیست که. دو وجب جا که بشه توش راحت صحبت کرد پیدا نمیشه. واسه ما دو تا چای بیار تو گلخونه. چشم خانم. چایی آوردن خانم. بذار همینجا. امر دیگه نداری؟ نه برو. چشم. نمیتونم بذارم همه این زندگی مو ازم بگیره. جونم به لبم رسید تا رسیدم اینجا. نمیتونه نابودم کنه. نمیتونم ببینم اینطوری به هم ریخته باشی. داغون میشه. اون میخواد داغونم کنه. من نمیذارم خانم. به جون یه دونه بچه‌ام نمیذارم. زورت به اون نمیرسه. شما اسمشو بگین. نه. نمیخوام تو رو قاطی کنم. فقط اسمشو بگین. فقط تو رو دارم که مراقبم باشی. نمیخوام. شما فقط اسمشو به من بگین. حشمت فردوس. اون پیرمرد فکستنی چه غلطی میتونه بکنه؟ میخواد همه اموالمو بگیره. چجوری؟ این شهر هرته؟ بگه همش به نام شما نی؟ چرا؟ ولی رفته بابت همون بقالت نام شکایت کرده. به جایی نمیرسه. که ساختگی نبود، همه چیزش راست بود دیگه. نه تو حشمت فردوس رو نمیشناسی. تا به بردش مطمئن نباشه وارد بازی نمیشه. حتما یه چیزی دستش داره.
چی مثلا؟ نمیدونم. چه میدونم؟ نمیدونم چی تو دستش داره. اما مطمئنم هر چیزی که هست میتونه منو نابود کن. میتونه منو پرت کنه تو خیابون. میتونه کاری کنه که من برم گوش گدا خونه. من میدونم میتونه. غلط میکنه خانم. بگه من میذارم. بگه من مردم. بگه حمیدت مرده. آخه تو چی کار میتونی بکنی؟ میکشمش. حس شوهرتو قلومی میکشمش. آخه نمیخوام. طاقت دیدن عشقاتون ندارم خانم. پاکشون کنین. حشمت فردوسو مرده بدون. آخه چجوری؟ چند روز وقت دارم؟ 3-4 روز. باشه. 4 روز دیگه جنازهشو تحویلت میدم. برم ار رو برو بندازم تو سرازیری. اون که به ته رسید دیگه هیچ کی نیست بخواد زندگی تو ازت بگیره.